با سلام خدمت همه دوستان فرادرسی عزیز، ما در فصل اول مقدمات لازم برای طراحی پروژه را با هم انجام دادیم و قراره که در این فصل، یعنی فصل دوم، تیبل های مورد نیاز پروژه‌مون رو ایجاد بکنیم. در این درس اولین تیبل که تیبل کاربران سیستمه رو با هم طراحی خواهیم کرد. بریم و این کار رو انجام بدیم. برای ساختن جدول کاربران سیستم من ابتدا به VMware میام و سرور کتابخونه رو ران میکنم. خب سرور کتابخونه روشن شد. بعد میام به محیط ویژوال استودیو و از قسمت سرور اکسپلورر و بخش کانکت تو دیتابیس در قسمت سرور نیم نام سرور رو به این شکل تایپ میکنیم. اول نام کامپیوتر رو مینویسیم lib-server /. اینستنس نیمی که موقع نصب SQL سرور ایجاد کردیم رو وارد میکنیم. اگه یادتون باشه LMS بود. در قسمت Logon to the Server Use SQL Server Authentication رو انتخاب میکنیم. Username سا پسورد هم وارد میکنیم. برای اینکه من پسورد رو اشتباه تایپ نکنم میام و در ران مینویسم LMS admin 01. بعد یه دونه Ctrl A Ctrl C و تو قسمت پسورد اون رو پیست میکنم. Save my password تیکش هم میزنم و در قسمت connect to a database و قسمت select or enter a database name از لیست کشویی دیتابیسمون رو انتخاب میکنیم و در نهایت اوکی. خب الان ما به SQL Server متصل شدیم و برای ایجاد کردن جدول روی تیبل کلیک راست میکنم و new table رو انتخاب میکنم. وقتی که یک جدولی رو برای بار اول در SQL ایجاد میکنیم، پیش‌فرض یک فیلد پرایمری کی با نام ID برامون ایجاد میکنه که میتونیم اون رو حذف کنیم یا تغییرش بدیم. ما توی نامگذاری فیلدهای مربوط به تیبل هامون فیلد ID رو با حروف بزرگ تایپ میکنیم و استفاده میکنیم و بقیه فیلدها رو به روش underline کیسی که قرار بود در نامگذاری متغیرها به کار بگیریم استفاده میکنیم. برای ایجاد کردن فیلدها به دو روش میتونیم عمل بکنیم. هم از قسمت دیزاین و اینجا نام فیلدمون رو وارد بکنیم به این شکل یونیم و از قسمت دیتا تایپ یک دیتا تایپ مناسب برای اون در نظر میگیریم انورتر و میتونیم از قسمت TSQL فیلدهامون رو تایپ بکنیم. من به هر دو روش این کار رو براتون انجام میدم. فقط تو قسمت دیسکریپشن مینویسم نام و نام خانوادگی. فارسی می نویسم به این دلیل که منظورم اینه. یونیم نام و نام خانوادگی کاربره که بایستی فارسی تایپ بشه. میرم و فیلد بعدیم رو به روش TSQL ایجاد میکنم. فقط یه دونه کاما میزنم. براکت باز و بسته. U underline national code یا کد ملی. نوعش و چر. و سایزش رو 10 انتخاب میکنم. تفاوت بین دیتا تایپ چر و ورچر و همینطور این چر و این ورچر تو اینه. وقتی یک فیلد رو از نوع چر انتخاب میکنیم و یک سایزی برون در نظر میگیریم، به عبارتی اگر کاربر بیاد و فرزند 4 تا کارکتر وارد بکنه توی این فیلد، بقیه کارکترها یعنی 6 تا کارکتر باقی مانده با اسپیس یا فضای خالی پر میشه. برای همین ما در جایی که کاربر مجبور تا یک سایزی رو یا یک فیلدی رو به طور کامل وارد بکنه، میایم و از این فیلدهای مثل چر و انچر استفاده میکنیم. از اونجایی که کد ملی 10 رقمه، بنابراین کاربر نمیتونه یک کد ملی 8 رقمی یا 9 رقمی یا بیشتر از این رو وارد بکنه. بعدن ما با استفاده از الگوریتم تشخیص صحت کد ملی در بخش کد نویسیمون کاربر رو مجبور میکنیم که یک کد ملی صحیح 10 رقمی وارد بکنه. حتی اگر رقم اول کد ملیش با 0 شروع بشه میبایست اون 0 رو هم وارد بکنه. بسیار خوب، بریم و فیلد بعدی رو وارد بکنیم. U underline login name، در واقع همون نام کاربری که کاربر قراره با استفاده از اون به سیستم لاگین بکنه. این رو میتونیم از ورچر استفاده بکنیم. سایزش رو هم برابر با 16 قرار میدیم. چرا اینجا من اومدم یوزرنیم رو از این ورچر استفاده کردم اما لاگین نیم رو از ورچر استفاده کردم؟ همونطور که میدونید این ورچر
از کاراکترهای یونیکود پشتیبانی میکنه. به عبارتی جایی که ما قراره نوشته راست به چپ یا همون فارسی داشته باشیم میبایستی از انورشر استفاده بکنیم، و جایی که نه فقط صرفا حروف لاتین قراره استفاده بکنیم میتونیم از نوع ورچر با طول متغیر استفاده بکنیم. همطور که قبلا بهتون گفتم تفاوت بین چر و ورچر تو اینه، چر یک طول ثابتی داره که کاربر میبایستی اون طول ثابت رو تماما وارد بکنه، اگر این کارو نکنه بقیه کاراکترها با فضای خالی پر میشه، اما ورچر اینجوری نیست و الان من اینجا زدم 16 تا، اگر نام کاربری فرضاً 8 کاراکتر بود بقیهش با فضای خالی پر نمیشه. user password u underline pass این رو هم میتونیم نوعش رو ورچر بذاریم، سایزش هم 16. فیلد بعدی یو اندرلاین اینسرت، نوعش رو بیت در نظر میگیریم. همطور هم که میدونید نوع بیت فقط میتونه یک مقدار رو در خودش نگه داره، یا صفر یا یک، به عبارتی یا ترو یا فالس. ما با استفاده از این فیلدهایی که دیتا تایپشون بیته میتونیم بعداً سطح دسترسی کاربر رو تعیین بکنیم. به عبارتی با استفاده از اینها تعیین میکنیم که فرضاً اگر این بیت مقدارش ترو بود کاربر به فلان قسمت از سیستم دسترسی داشته باشه، اگر فالس بود به فلان قسمت از سیستم دسترسی نداشته باشه. فیلد بعدی update اینم بیت، delete you underline search you underline print. در قسمت ریپورت ها چون هنوز به لایه ریپورت نرسیدیم و نمیدونیم قراره چند تا ریپورت و چه نوع ریپورت هایی رو طراحی بکنیم، یه فیلد کلی میذاریم فعلا، بعدن میایم اصلاحش میکنیم. یه فیلد کلی میذاریم که اصلا کاربر اجازه دسترسی به گزارشات رو داشته باشه یا نه، بعدن میایم اصلاح میکنیم که مثلا به گزارشات دسترسی داشته باشه اما فقط فلان گزارش رو بتونه ببینه یا فلان گزارش رو بتونه پرینت کنه. خب نوبت دسترسی به فرم های سیستم رسید. U underline FRM underline books beat U underline FRM underline book search U underline FRM underline books ending. چون ما هنوز به این قسمت فرم ها نرسیدیم فعلا من این موارد رو توضیح نمیدم، فقط تایپشون میکنم، چون اصلا نمیخواد نگران باشید من به موقعش و موقعی که به لایه مربوط به فرم ها رسیدیم کامل این موارد رو خدمتون توضیح میدم. you underline frm underline category underline publisher translator u underline frm underline members. بسیار خوب، میریم و فیلد بعدی رو ایجاد میکنیم. یه فیلدی هم برای عکس کاربران در نظر میگیریم، you underline pic، نوش هم بر باینری مکس. یه فیلد هم برای آخرین زمان ورود کاربر به سیستم در نظر میگیریم، you underline last log on time. این هم چون میخواییم به صورت سیستمی و خودکار ثبت بشه، یعنی کاربر هیچ دخل و تصرفی توی این فیلد نداره، ما اطلاعات از سیستم کاربر میگیریم، ساعت و تاریخی که برای آخرین بار به سیستم لاگین کرده رو میام و در دیتابیس ذخیره میکنیم. بنابراین میتونیم دیتا تایپش رو از یک نوع ثابتی مثل چر انتخاب بکنیم، ولی خب شاید تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت کاربر فارسی باشه، میام از انچر استفاده میکنیم به جای چر که از یونیکودهای فارسی هم پشتیبانی بکنه. فعلا من یه سایز 20 برای اون در نظر میگیرم، بعد انشالله وقتی به لایه یو آی رسیدیم مقدار دقیقش رو میام اینجا تعیین میکنیم. یه فیلدی هم میخوایم برای کاربران در نظر بگیریم که اکانتشون یک تاریخ اعتبار داشته باشه، به عبارتی تعیین بکنیم که کاربران
مثلا تا فلان تاریخ اکانتشون میتونه اعتبار داشته باشه، یا بتونیم توسط مدیر سیستم اکانت کاربری که حالا از کتابخونه رفته یا منتقل شده رو غیر فعالش بکنیم، دیزیبلش بکنیم. بنابراین ما میتونیم این فیلد رو به دو شکل طراحی بکنیم. هم میتونیم به این شکل طراحی کنیم که یک تاریخی رو براش در نظر بگیریم که طبق اون تاریخ اکانت کاربر معتبره، یا اینکه نه بیایم یک فیلد از نوع بیت براش در نظر بگیریم، به محض اینکه کاربر واحدش عوض شد یا از کتابخونه رفت توسط مدیر سیستم بیایم و اکانتش رو دیزیبل بکنیم، که ما نوع دوم رو انتخاب میکنیم، یعنی از نوع بیت انتخابش میکنیم و اجازه میدیم مدیر سیستم خودش تعیین بکنه که اکانت کاربر تا کی اعتبار داشته باشه. البته این سلیقه‌ایه و دست خودتونه. شما وقتی سیستم رو تحلیل کردید، بسته به اون تحلیلتون یا درخواستی که مشتریان از شما دارن، میتونین این فیلد رو متناسب با اون وضعیت تغییر بدید. Account expire date. خب به نظرم این تعداد فیلد برای جدول کاربران کافی باشه. فقط یک کار رو ما باید اینجا انجام بدیم. نام جدول رو عوض میکنیم. Underline users, underline TBL. و فیلد آیدی رو هم گفتیم که کامل با حروف بزرگ تایپ میکنیم، UID. الان میخوایم کاری بکنیم که این شناسه ی آیدی کاربر توسط به اصطلاح کاربر سیستم دستی وارد نشه و خود سیستم خودکار یک شماره رو به این اختصاص بده. بنابراین من فقط اینجا عبارت آیدنتیتی رو وارد میکنم، حتی این کاما رو باید بیارم و اینجا بذارم. دستی هم میتونستیم این کار رو بکنیم. من فیلد کاربر رو انتخاب میکنم، به قسمت پراپرتیز میرم و از قسمت آیدنتیتی ایز آیدنتیتی رو برابر با ترو میکنم. خب دوستان، اینم از طراحی جدول کاربران. فقط در پایان باید یه گزینه آپدیت کلیک بکنیم تا این جدول برامون ساخته بشه. خب انگار از دیسکریپشن یونیم ایراد گرفته. خب الان هم که دیگه خودش حذفش کرده، ما اینو کلن پاکش میکنیم و اینجا می‌نویسیم fname and lname، first name and last name. بعد یه فاصله میدیم، فا مخفف فارسی. خب الان آپدیت و در نهایت آپدیت دیتابیس. به سرور اکسپلورر بخش تیبل ببینید که جدولمون ساخته شد.